شبکه جهانی اربعین پخش ماهواره خود را آغاز کرد. با نزدیک شدن ایام زیارت میلیونی اربعین حسینی به همت جوانان غیرتمند شیعه و با اتکاب به نزورات، هدایا، موقوفات و وجوهات شرعی محبین اهل بیت علیهم السلام در سراسر سر جهان پخش ماهواره شبکه جهانی اربعین آغاز شد. این شبکه پیش از این با استفاده از بسترهای فراگیر رسانه شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های خدماتی فعالیت خود را آغاز کرده بود که از این پس از طریق ماهواره نیز در طول سال به فعالیت های خود ادامه خواهد داد. به گفته یه دستن در کاران شبکه جهانی اربعین، این شبکه با هدف تعظیم و بزرگداشت زیارت میلیونی اربعین حسینی و انعکاس اقتدار شیعه به جهانیان فعالیت می کند و همسو با این هدف مقدس اهداف دیگری از قبیله تأمین نیازهای متنوع رسانه ی زائران اما از اخبار قابل اتکا اطلاعات ضروری و دانشنامه جامع اربعین را دنبال می کند تسهیل زیارت اربعین برای همه ملت ها و به حد اقل رساندن موانع و محدودیت هایی مانند حمل و نقل و اسکان و جلوگیری از رشد قیمت ها لغو ویزا، ارتباطات، تکریم زایران خارجی، خدمات در مرزهای عراق، فرهنگسازی عمومی، آموزش در زمینه های گوناگون فرهنگی، شرعی، امنیتی، بهداشتی اخلاقی، آداب زیارت و غیره از دیگر محورهای فعالیت این شبکه جهانی است. فرهنگسازی و تمرکز بر دعا برای تعجیل فرج به عنوان وظیفه و هدف زائران اربعین و نهادین کردن دعای اللهم عجل ولی یک الفرج به عنوان شعار اربعین روی کرده ویژه شبکه جهانی اربعین در ایام زیارت میلیونی اربعین است. شاین ذکر است شیعیان از این پس می توانند شبکه جهانی اربعین را از طریق ماهواره هاتبرد با فرکانس 27500 افقی 10775 و ماهواره یوتلسات با فرکانس 27500 افقی 11345 به صورت زنده تماشا کنند و از خدمات ارزشمند این شبکه مستقل شیعی بهره من شوند. گفتنیز شبکه چند رسانه ای اربعین در نیمه اول سال 1438 هجری قمری ریزی و در پنجم شعبان المعظم 1438 هجری قمری مصادف با میلاد امام سجاد علیه السلام در شهر مقدس کربلا تأسیس شد